سلام بر دوستان عزیز، قراری که با وحید سلک صحبت کنم. که وحید جان اگر تصویر صدای من رو داری خبر بده که من بتونم دعوتت کنم به این گفتگو زنده اینستاگرامی. قراره که موضوعات مهمی رو با هم بررسی کنیم با وحید سلک، قهرمان سابق جودو ایران که خودیان الان توضیح میده. وحید جان سلام. سلام عامر جان، خوبی؟ متشکرم، قربونت. مرسی از شما، خیلی ممنون که وقت گذاشتی و قراره که با بینندگان باشیم صحبت کنیم در رابطه با موضوعات مهمی که این روزها به خصوص به وجود اومده. اسم تو خیلی در خبرها بوده به خاطر دادگاه حکمیت ورزش، اتفاقی که قراره در سوئیس بیفته و تو یکی از شاهدها هستی در کنار سعید مولایی و محمد منصوری، که میخواییم بگیم چه اتفاقی افتاد و چه شد که کار فدراسیون جودو ایران به دادگاه حکمیت ورزش کشید. وحید جان بریم سر اصل مطلب. در توکیو تو بودی و سعید مولایی به عنوان سرمربی تیم ملی تاجیکستان حضور داشتی و اونجا کنار سعید بودی. از اونجا شروع کن که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. آرمین جان اجازه بدم اول سلام کنم خدمت به قول معروف فناتون، دوستانتون، کسایی که حالا دارن هر دوی ما رو میبینن. خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم و به یه سری سوالات که واقعا این چند روز خیلی از منم سوال کردن که قضیه چیه، چیکار میکنن، چی شده، بتونم حداقل یه سری ابهاماتی شون که من تا اونجا که میدونم جواب بدم. خب آرمین جان، ماجرا از اونجایی شروع شد که خب من همیشه کنار اول اینجا باید به شما بگم، من تو این چند سال که تو جودو بودم و هنوزم هستم، هر موقع تیم ایرانو میدیدم میرفتم پیشش. من ایرانی ام، هر کاری میکنه ایرانی ام. خیلی خیلی بارها میشد که از طریق حراست و حالا بچه‌ها میگفتن مثلا نیاورید سمتمون، ال میشه بل میشه، ولی من باز میرفتم. خیلی پررو شد برای بچه‌ها مقدار دردسر میشد که وحید مثلا تو اومدی پیش ما. خب ولی من واقعا عرق ایرانی دوست داشتم، دوستامو میدیدم، هموطنامو میدیدم، میرفتم پیششون، هر کاری از دستم برمیومد براشون میکردم، حتی به اندازه شاید یه ماساژشون بدم، یه لیوان آب دستشون بدم. این تو مسابقات جهانی توکیو هم خب خارج از این قضیه نبود. کسی که همراه سعید بود مجید زاریان، مربی خود من بوده. اصلا من مجید زاریان همیشه بهش احترام میذارم، اون مربی من بوده. مگه میشه من مربیمو ببینم و نرم و بابت همه این زحماتی که این سال‌ها برای من کشیده تشکر نکنم؟ بعد خب سعیدم بود، سعیدم که خب دوست منه، بچه محل منه، باز میگم یه ایرانیه. من مثلا همیشه کنار سعید بودم، کنار تاتمی بودم، شاگردم بود، چون که همیشه با شاگردای من سعید معمولا گرم میکنه، چون که هم صحبت هم هست، هم دیگه رو میشناسن. شاگردم اومد باش گرم کرد، یه تمرین با هم کرد، با هم کردن که برای مسابقه آماده بشه. و خب طبق روال همیشه سعید مسابقه رو آماده میشد، میرفت تو شک مسابقه میداد، میومد بیرون و میزد، میرفت میزد، میومد. دومین مسابقه رو که برد اومد، خب از اون برم حریف اسرائیلی داشت بالا میومد. از اینجا بعد استارت ماجرا شروع شد که خب مثل همیشه ما نمیتونیم کتمان این قضیه شیم که این دروغه، این نیست. خب از ایران زنگ زدن و گفتن که سعید باید ببازه. حالا این کسی حالا زنگ زد، خب معلومه از طریق از فدراسیون جودو شروع میشه، نه اینکه اونا بخوان از قصد یه کاری بکنن، مجبورن این کارو بکنن که بعد سعید مسابقه رو حالا به یه نحوی ببازه که حالا حریف اسرائیلی نخوره دیگه. مثل همیشه، یعنی یه چیزی نیستش که برای اولین بار بشه بگه واو چه اتفاقی افتاده. اول نه آقا، قبلش هم باخته، تو ابوظبی باخت، تو فرانسه باخت، به بهونه‌های مختلف، درد کمر، درد پاچه، میدونم. اینجا دیگه جایی بود که دیگه به قول معروف به نظر من، به نظر شخص خودم، کاشکی میشد مدیریت قشنگش کرد، کاشکی میشد یه جوری مدیریت کرد که کار به اینجا نکشه. و متاسفانه مدیریت خوب نکردن کار به اینجای رسون که دیگه همه تو سالن باخبر شدن، چون که سعید واقعا گریه میکرد، فریاد میزد سعید که آقا من میخوام مسابقه بدم دیگه. خب مسئولای سالن میشه همه دنیا سعید میشناسن که آقا چی شده، آلمانی اومدن سمت سعید، پیش من اومدن، سعید چه شده، گفتم مثل نمیشه، همه خودشون میدونن، اسرائیل میدونن دیگه. باز همون ماجرا که دیگه سعید خودشو، یعنی بچه های آی جی اف اومدن، فدراسیون جهانی، حالا من میگم آی جی اف میشه اینترنشنال جودو فدریشن، بچه های فدراسیون جهانی اومدن کنار سعید و دیگه ماجرا رو پیگیر شدن. دیگه فهمیدن که باز طبق روال هر هفته که دیگه سعید دیگه رفت پیش رئیس فدراسیون جهانی، ماجرا رو بهش فدراسیون جهانی، رئیس فدراسیون جهانی فهمید که ماجرا چیه، که اصلا خودش تعجب کرد، میگفت آخه چرا، من نمیفهمم چرا.
بابا بیور مسابقات بده تا فینال، حالا مونده شاید اصلا اون نیاد بالا، شاید اصلا میگم از الان برای چی باید تو ببازی، که دیگه کار به اونجایی رسید که دیگه سعید و من دیگه نمیخوام حالا دیگه کل ماجرا رو تعریف کنم براتون، که سعید و شبونه از ژاپن راهی آلمان کردن. چون سعید چرا راهی آلمان شد؟ سعید خیلی هم من پرسیدم که چرا سعید تو ژاپن نموند اومد آلمان. سعید خب نامزدش تو آلمان زندگی میکنه، سعید قبل از اونم خیلی میاد آلمان میره تو لیگ مسابقه میده، نامزدش اینجا به قول معروف یکی از خانواده‌های همسرش اینجا زندگی میکنه، اونجا هم گفت من دوست دارم چه برم پیش همسرم، چون ایران که نمیتونست بره واقعا بعد از اون قضیه، دیگه اومد آلمان و دیگه بعدش هم که دیگه فدراسیون جهانی متاسفانه فدراسیون رو تعلیق کرد. خب مسابقات رو ما ایران اینترنشنال رو صورت زنده پخش کردیم، خیلی ها شاهد بودن که چه اتفاقی روی تاتامی افتاده، اما بیرون از تاتامی رو تو به طور خلاصه حالا گفتی، قبل از اینم خود سعید در مصاحبه‌ای که با مهدی رستم‌پور برای ایران اینترنشنال داشت توضیح داد. اما برگردیم حالا به امروز، بیایم الان چه اتفاقی افتاده. قرار بود هفتم یا هشتم اپریل یک دادگاهی برگزار بشه که ببینه آیا تعلیق فدراسیون جهانی، فدراسیون ایران، فدراسیون جودو ایران باید ادامه پیدا کنه یا نه، و اون دادگاه CAS کس یا حکمیت ورزشی که در سوئیس مقرش هست. تو خبرها بوده که خود شما محمد منصوری مربی فعلی سعید مولایی و سعید مولایی قراره که در این دادگاه برن حضور پیدا کنن، شهادت بدن. اینجا هم اگر میشه چون وقتم داریم الان دقیق‌تر توضیح بده که چه قرار اتفاق بیفته در این دادگاهی که الان شهریور ماست. من این مسئله رو واسه دون باز کنم، این که تو روزنامه ایران یه چیزایی می‌نویسن، من احساس میکنم یا آدمایی واقعا هستن که یه مقدار متوجه ماجرا نشدن، یا اینکه واقعا اطلاعات عمومیشون کمه، یا خود رئیس فدراسیون جودو ایران یه چیزایی نوشت که اصلا من تعجب کردم، که من متاسفم که سه ایرانی دارن میرن تو این دادگاه بر علیه ایران شهادت. اولا که من بر علیه ایران شهادتی نمیدم، من بر علیه جودو دارم میرم شهادت، شاهد یه ماجرایی بودم. مثل میمونی که حالم جان شما الان شب شده میخوای آشغالتو بری بزنی دم در، میری بزنی دم در، همسایت اسلحه کشیده همسایه بغلیتو کشته، بعد شما این ماجرا رو دیدی، پلیس هم اون لحظه میاد میگه آقا شما دیدین؟ میگه آره من دیدم. میگن چهرهشو میشناسی؟ میگه آره. بعد به اداره پلیس، خب بالاخره چهره نگاریو، یعنی اگر نری برای خودت هم داستان میشه، یعنی آقا تو میشی جزء ماجرا، تو شاهد ماجرایی، تو در به قول معروف تو باطن ماجرا بودی. چرا من شاهد ماجرا بودم؟ چون من به عنوان مترجم کنار سعید بودم، سعید که وقتی که رفت پیش فدراسیون جهانی من مترجم سعید بودم، چیزایی که سعید میگفت به اونا ترجمه میکردم، چیزایی که اونا میگفتن من بر سعید ترجمه میکردم، یعنی نمیتونم بگم اوکی حالا من دیگه نمیام. ما اینجوری من برای شما میگم که ایران وقتی که از من فکر کنم ارتباطمون با وحید سلک قطع شد برای وحید جان، صدا قطع شد اگه بشه. آره فکر کنم تلفنت زنگ خورد، اگر آره ممکنه دارن. آره دارن زنگ میزنن متاسفانه. بچه‌ها زنگ نزنید، بذارید به حد مصاحبه زنگ بزنید. من دلم میخواد اگر ممکنه تا شهادت گفتی ادامه بدی. از یه جای قطع شد. خب ببینید فدراسیون جهانی، خب فدراسیون ایران باید چیکار کنه؟ چون ایران تعلیق شد و اینکه حالا گفتن سه تا شاهد وجود داره، سه تا شاهدی وجود نداره. سعید خودش جزو کساییه که بر علیه شکایت شده، یعنی سعید نمیتونه شاهد خودش باشه. محمد منصوری خب کسی بوده که مربی سعید بوده و تو مسابقات مختلف خودش اومده به سعید گفته آقا بباز تو فرانسه، دبی، ابوظبی، خیلی جا بوده که اومده زد زد. اما محمد منصوری در توکیو نبود، اونجا آقای زارعیان بود. درسته، آقای مجید زاریان بود، آقای مجید زاریان کنارش بود. بعد خب مثل همیشه این ماجرا همینجوری که همیشه بود شد، و علم که دیگه دادگاه شد و ایران هم شکایت کرده که آقا فدراسیون جودو ایران چرا تعلیق کردید، نباید تعلیق می‌شده، و اینکه این چیزایی که حالا سعید میگه واقعیت نیست، دروغ و این حرفا. و من هم به عنوان یه شاهدی هستم تو یه قسمتی از ماجرا، تو کل ماجرا نیستم، تو یه قسمتی از ماجرا هستم که آقا من بعد حالا نمیدونم واقعا بعد چی هم شهادت بدن، چون هنوز با من در این مورد صحبت نکردن که آیا این اتفاقی که برای سعید اون روز افتاد واقعی بود یا دروغین بود. همین، یعنی در چیز شهادت ما، آخه من فقط هم نیستم آرمین جان، 15 نفرم. من میگم من خیلی آرمین جان
این چند روز خیلی به من زنگ زدن، یعنی واقعا من قلبا دوست ندارم فدراسیون ایران، نه فدراسیون ایران، بچه‌ها تو تعلیق باشن. من دوست دارم بچه‌ها بیان مسابقه بدن، واقعا بی انگیزه. من فکر کنم آرمین جان تو هم قلبا دوست نداشته باشی، یعنی نه من نه تو، هیچ کسی دوست نداشته باشی، هیچ کسی دوست نداره، چون اسم من آوردی من مطمئنم هیچ کس دوست نداره. اون بچه‌های جدا که با زحمت دارن کار میکنن تو ایران، با سختی کار میکنن، بخوان موقعیتشون از دست بدن، اما این شرایطی که به وجود اومده. یعنی من قلبا دوست ندارم یه همچین اتفاقی بیفته، قلبا دوست ندارم بشینم جلوی بگم کی مجید زارعیان که مربی من بوده بخوام بگم اصلا حرف بزنم، اصلا جمله ای بگم، حتی کسایی دیگه‌ای هم که هستن. ولی متاسفانه میگم من شاهد یه ماجرایی بودم، حالا خواسته و ناخواسته، حتی اگر منم هستم، من نوعی هستم، 14 ماجرای 14 نفر دیگه میمونن که این ماجرا کیا هستن؟ اون 14 نفر ایرانی ان همشون، یعنی که از فدراسیون جهانی جان. شما سه نفر فقط ایرانی؟ ما سه نفر ایرانی، سه نفر فدراسیون جهانی هستن، مربی تیم ملی آلمان هست، فیزیوتراپی تیم ملی آلمان. میگم خیلی کسا این ماجرا رو دیدن. و از طرف ایران کیا میان؟ من از طرف ایران فکر کنم خب بعد مجید زارعیان فکر کنم باید بیاد، چون که مربی اونجا بوده، خب بعد رئیس فدراسیون باید بیاد. من شنیدم آرشی میر اسماعیلی، آرشی میر اسماعیلی باید بیاد، فکر کنم آقای صالحی امیری باید بیاد به عنوان کمیته ملی المپیک، و حالا وکیلی اگه داشته باشم باید بیاد. و فکر نکنم آخه ببین وید چه خود آقای زارعیان، حالا من به پیش ایشون نیستم و تو فکر ایشون هم نیستم، چه آرش میر اسماعیلی چه هر کس دیگه ای بیاد، میدونن که دارن کتمان میکنن یه واقعیتی رو. آیا الان اگه فدراسیون جهانی جدا به اینها بگه که شما یک مسابقه دوستانه بین جدای ایران، چون این همچین چیزی هم مطرح بود، جواد محجوب بهم گفت تو جای شنید که یک مسابقه دوستانه با اسرائیل بگذارید، حاضرن این کارو بکنن که تعلیق با اثرت بشه؟ آرمین جان دست اونا نیست، ماجرا این چیزی نیستش که آرش میر اسماعیلی بیاد بگه آقا فردا مسابقه بده. اصلا آرش میر اسماعیلی نمیتونه این تصمیمو بگیره. مجید زارعیان یا حالا هر مربی، حالا ما اسم مجید رو میاریم چون مجید تو اون لحظه بود، دست مجید زارعیان نیست، دستوریه که میاد و باید انجام بشه. یعنی این چیزیه که از قدیم ها بوده، حالا نه فقط ورزش جودو، یک ایرانی اجازه شرکت تو هیچ سمیناری تو هیچ مسابقه ای نداره جایی که تیم اسرائیل یا شرکت کننده اسرائیلی وجود داشته باشه. بعضی رشته ها مثل شنا اصلا با هم اینا مسابقه نمیدن، ولی خب تو یه خط قرار بگیرن شناگره نمیره. آخه فرض رو بر این بذاریم که شما نرید شهادت ندید و یا دادگاه به نفع افرادی باشه که از ایران میان فدراسیون جدا ایران، خب مسابقه بعدی چه؟ شما چگونه میخواید اونو برگزار کنید؟ من اینو به شما بگم، این دادگاهی که داره برگزار میشه خیلی دادگاه سرنوشت سازیه برای جودو، هم اصلا ربطی به ورزش ایران نداره، به هیچ عنوان ربطی به ورزش ایران نداره. حالا خیلی دارن به ورزش ایران ربطش میدن، شاید این قضیه بعدها فدراسیون های دیگه هم چشاشون باز شه، ولی اونا خودشون تصمیم گیرندن، میگن آقا ما دوست نداریم این کارو بکنیم. اون دیگه بستگی به اون روابط سیاسی فدراسیون ها با هم دیگه داره، ولی این فقط مربوط به جودوه، فقط مربوط به جودوه، به هیچ ربط به خواهشان ربطشون به چیز دیگه ای ندید. اگر من اینو فقط به شما بگم، خب کسی که رئیس فدراسیون جهانیه یه آدمی هستش که اونم برای خودش یه آدم به قول معروف قویه، اونم نمیخواد ببازه، اونم نمیخواد بگه آقا خب که من سرمو انداختم با این شما راست میگید، اونم برای خودش آدمای خودشو داره، اونم نمیخواد بگه آقا من فجر تو به عنوان کسی که تو دل ورزش ایران حتی جدا ایران بودی، جزء چهرهای برجسته جدا ایران هستی، جدایی که اونقدر مطرح نبود، شما مطرح کردید، اسم شما اومد، خود آرش میر اسماعیلی از قهرمانان درجه ای که ایران کاری به الان ندارم رئیس فدراسیون است و چه رویه‌ای در پیش گرفته، اما دستور به نظرت از کجاست؟ اگه بخوام بگیم اسم آیا آقای خامنه ای داره دستور میده، دست کی به نظره؟ دست کسیه که حکومت جمهوری اسلامی یه قانونی داره، شاید حالا نمیدونم این قانون تو مثلا نوشته، ما میگیم قانون ننوشته جمهوری اسلامی، حالا قانون نوشته قانونی وجود داره که آقا ورزشکار ایرانی کلا، حالا ورزشکار آقا یه آدم ریاضیدان یا هر کسی که حالا اسرائیلیه به قول معروف، حق رویارویی با یه ایرانی ها نداره. برای همین اصلا ما اصلا از ورزش میایم بیرون، بحث ورزش، شما تو پاسپورتمون نوشته که آقا این پاسپورت اجازه نداره اسرائیل بره، تموم شده رفت. یعنی با این اسرائیل، کشور اسرائیل
مشکل دارن. حالا دیگه ورزشکار مسابقه نمیده، حالا هی قضیه متاسفانه دست به دست آدمهای مختلف چرخیده، هی کاسه دختر از آش شدن. اگر تا دیروز مثلا کشتیگیره، تکواندوکاره، جودوکاره مسابقه نمیده، شناگره هم دیگه نمیپره تو آب. یا مثلا یه فوتبالیست توی باشگاهی هست که داره مسابقه میده با یه تیم باشگاهی از اسرائیل، اونم چون که ایرانی ها اجازه نداره مسابقه بده. میگم اینا شده کاسه های دختر از آش. وای جان من تو دوسلدورف که کنار خود تو و محمد منصوری، سعید مولایی بودم، دیدم برخورد رئیس سابق فدراسیون جودو ایران رو با شما. میخوام بگم پشت پرده، نه حداقل آنچه جلوی دوربینا نیست، حتی این افرادی که دارن میان در سوئیس شاید شما رو ببینن سلام علیک هم کنن، آقا چرا این کاری که شوخی خندم کرد. این خیلی واسم جالبه، همه با هم دوستید اما انگار از یه جایی داره فشار باید بری دیوار بین شما باشه. آرمین جان مگه میشه من مثلا آرش میر اسماعیلی ببینم بهش احترام نذارم، بهش سلام نکنم، یا اون نخواد مثلا؟ ما دشمن هم نیستیم، ولی اون داره طبق قانونی که دستشه داره انجام میده، ما هم طبق قانون خودمون میدونیم، یعنی قانون خودمون که نه، قانونی که به قول معروف مثلا میمونه که آرمین که دوست منه مثلا پلیسه، من از چراغ قرمز رد کنم، اون برای چراغ قرمز منو نگیری و جریمه‌ام نکنی، منو میگیری جریمه‌ام میکنی، بعدش هم میریم ما هم کافه میخوریم. میگه باید اون قانونی که من اجازه ندارم که تو رو جریمه نکنم، ولی ما دوستیم. اون قانون لباسیه که تن من اون لحظه و باید قانون انجام بدم. آرش میر اسماعیلی هم تو شخص رئیس فدراسیون جودو حالا داره اون کارا رو انجام میده، یا حالا مربی تیم بری، یا هر کسی دیگه ای. 100% ما کسایی که ما میبینیم خب ایرانی، مگه میشه با هم، مگه اینکه واقعا دیگه بگیم دشمن هم دیگه هستیم که نخوایم سرام. من به شخص خودم و کسی دشمن خودم نمیدونم، من هر کسی رو ببینم، حالا باز خودت دیدی من تو مسابقه هستم، ایرانی ها رو میبینم سمتشون میرم. اصلا من جای دیگه هم ندیدم افرادی که از ایران میان جز چند نفری از حراست میان بخوان خصمانه نگاه کنن یا برخورد بدی داشته باشن، انگار مجبورن. آفرین، دلیلی نداره. من احساس میکنم که دلیلی نداره که ماها رو ببینن بخوان. من شاید تو مسابقه های خیلی مسابقه ها بود مثلا من نمیشناختن، حالا حراست یا هر کسی دیگه، وقتی با هم یه قصه صحبت میگیم گفتیم بابا آدم خور نیستیم، گاز نمیگیریم کسیو. حالا طبق اون چیزی که برای ما پیش اومد، منم دوست دارم برم آرمین جان ایران. 11 سال وطنمو ندیدم. من تو مسابقات ابوظبی پیش خود آرش رفتم، بهش گفتم یه کاری کن من بیام پدر مادرمو ببینم. او من کاری نکردم آرمین جان، من آدم سیاسی نیستم، واقعا هم یه کتاب سیاسی هم تا امروز نخوندم، ولی ورزش بحثش فهمم. یا ورزش کنار بذارید، سیاست هم کنار بذارید، این دوتا رو با هم قاطی نکنید. ولی خب شده متاسفانه یه جورایی تو حالا ایران یه مقدار بیش از حد دیگه، حالا میگم یه سری این کاسه های دختر از آش بیش از حد کردنش با هم دیگه قاطی، که اگر شما توجه هم کرده باشید بعد از همین ماجرای سعید چه چیزایی شنیدیم، خبرهایی که آقا این نامره زده، این یه میفهمی که آدم چه مقدار چقدر چیزه به قول معروف قاطیه، چقدر با هم پیچیده هم شده. من به اونا میخوام برسم. ولی جان چه اتفاقی میفته شما که برید خب شهادت میرید با اون 15 نفر؟ اینم من شکر تو کلامت اینم بگم، مثلا تو فدراسیون قبلی آقای درخشان بود، خب اون موقع من اینجا بودم، اون موقع هم سعید میومد مسابقه نمیداد یا پاشو میگرفت، اون موقع هم فدراسیون جهانی میدونست، اون موقع هم میومد تا مچ سعید بگیره، یه جورایی حالا از طریق اون سیاست ورزش که داشتن، از طریق حالا میگن اون پلیتیکی که خودشون انجام میدادن، یه جوری ماجرا رو میپیچوندن که آرمین بابا مثلا بیخیال شو نبین، یا حالا هر چیزی که دیگه ای. من احساس میکنم تو این نظر شخصی من احساس میکنم تو رابطه سعید، تو این قضیه که برای سعید مان یه مقدار به قول اون برنامه ریزی ضعیف انجام داد از طرف ایران. منظور تو شاید اینطوری بذار کسانی که نمیدونم بگم، شاید منظور همین است که آقای درخشان الان که جدا ایران تعلیقه در فدراسیون جهانی حضور دارن، در مسابقات میرن به خاطر همون روابطی که تو الان معتقدی که وجود داشته. برای آی جی اف کار میکنه، کارمند آی جی اف، یه روزی رئیس فدراسیون جدا بود که دیگه نیست، ولی الان کارمند آی جی اف. به خاطر همون رئیس فدراسیون جدا ایران بودن کارمند شد و رابطه ایجاد شد. 100% واسه همین این روابط رو داشت با آی جی اف، یعنی با فدراسیون جهانی میتونست آدماشو میشناخت، میتونست اون به قول معروف یک کسایی رو داشت که یه جورایی کلید رو داشت به قول معروف که یه جورایی یه کارایی بکنه. من میگم نظر شخصی خودم، ولی چون خیلی خوب اداره میکرد، یعنی سعید فکر کنم 3 بار با اسرائیل خورد زمان درخشان، 2 بارش من بودم تو ابوظبی بود که واقعا دیگه همه میخندیدن که پاشو گرفت یه فن علکی داره. یارم تو فرانسه اومد ما نفر 45 رنکینگ ایپون شد که اونجا من یادم همه زدن زیر خنده گفتن
این دروغه، 100% دروغه. هانس کوماکی ایفون شدن برای دوستایی که نمیدونم این ضربه فنی شد، خیلی عجیب بوده. ضربه فنی شد، اومد سعید اومد قبلش قهرمان المپیکو برد، قهرمان اومد چه جوری برد به زمین میکشیدش، بعد اومد روی کشم اینجوری وایساد تپ خورد زمین، اصلا مش انگار مثلا مواد زده بود سعید، یا مشخص بود که قصد داریم. بعد گریه و زاری و گریه که میکنه، اینا با چی داری گریه میکنی آقا؟ جریان خر نیستن مردم. آرمین جان بذار من یه چی بهت بگم، اون زمانهای قدیم بود که مثلا حالا ورزشکارا میمدن با اسرائیل مسابقه نمیدادن، کسی زیاد نمیفهمید، تموم میشد میرفت. الان ورزشکارا رو میان یه جورایی چیکار میکنن، میان میگن مصدومه، با اسرائیل مسابقه نمیدن، میرن تو ایران تو بوق و کرنا میکنن که آقا طرف با اسرائیل مسابقه نداد، پهلوان قهرمان. خب اینا رو همه رو میبینن سایوا، امروز که اینترنت همه جای دنیا هست، شما یه دکمه میزنید داستان زندگی یارو رو میشه. خب اینا میبینن میگن تو با مصدوم نبودی، تو پس با اسرائیل نمیخواستی مسابقه. اینا این سند، این مدرک همه روزنامه‌های ایران زده، همه سایت‌های خبری، پس تو داری ما رو به قول معروف تازه اون بار تقدیر هم میشن آخه. ببین مثل علیرضا کریمی، علیرضا باید به بازی، خب وقتی رفتن تقدیر هم شد ازشون، خب میگن تقدیر پس چرا میشه اگر واقعا مشکلی وجود داشت. دقیقا همینه دیگه، دقیقا این چیزیه که ما ورزشکارا میبینیم، ولی پشت پرده اون سیاست قوی فدراسیون هاست یا جامعه ورزشی که اینو دیگه به قول معروف سعی میکنه لاپوشونی کنه بپوشونه. و اینا من مطمئنم رو فدراسیون کشتی هم انگوش گذاشتن که آقا اون به بازی که تو دنیا پیچید رفت تو ایران مثلا جایزه گرفت یا تقدیر شد به خاطر این کارش، 100% به اونم گیر. مثلا بعید جان تو مسابقات جهانی قزاقستان از حراست و دهر چند نفر امنیتی، 7 نفر بعضی از افرادی اونجا بودن، میگفتن حضور داشتن که ببینن اگر به اسرائیل خوردن ورزشکارای ما در دو وزنی که امکان داشت چه کار کنن، چه جوری برخورد کنن. یعنی این نگرانی برای کشتی هم وجود داره. باید جان یه پرسش دیگه، چه اتفاقی میفته شما 15 نفر که خب میرید میگید که ما شاهد بودیم و سعید مولایی باخت یا مجبور به باخت شد یا دستور از بالا اومد که ببازه، بعد از اون فدراسیون جدا ایران که الان تعلیق است چه اتفاقی براش میفته؟ خب من بذار اول دو تا نظریه میدم. نظریه اول نظریه قلبی خودمه. من دوست دارم اون روز، چون که این چیزی که من دارم میگم و نه فدراسیون جهانی تصمیم گیرنده است، نه خودت میدونی، نه ایران، قاضی که اونجا هست تصمیم گیرنده است. یعنی شما مدارکتون میدی، ایران مدارکش میده، فدراسیون جهانی مدارکش میده، ایران شاهدای خودشو داره، فدراسیون جهانی شاهدای خودشو داره، اون قاضی تصمیم میگیره که آقا حق با کیه، برنده بازنده تموم میشه. قلب من دوست دارم واقعا هر اتفاقی میخواد بیفته، چه به ضرر ایران چه به نفع ایران، فدراسیون ایران تعلیق نشه. اینو من روز دادگاه هم میگم، یعنی واقعا حتی وقتی من بگم حالا هر سوالی که ازم بشه بپرسن ازم جواب بینم، میگم من دوست ندارم فدراسیون ایران به عنوان یه ایرانی، دوست ندارم جودوکارای ایران تعلیق شن، دوست دارم من جودوکارای ایرانو ببینم قهرمان میشن. حالا یه راه حلی براشون پیدا کنید. اگرم میخواد یه روز ایرانو تعلیق کنید، درسته که حرف من شاید تاثیر نداشته، ولی کاش که بشه که یه راه حلی پیدا کنید که ما جودوکارامون بیان تو مسابقه بدن، ناامید نشن، چون همه باشگاهی جودو بسته میشه، خیلی مربی ها بدون شغل میشن، آرمین جان منبع درآمدشون از بین میره، ورزشکارا لیگ، خیلی چیزای دیگه. من فکر میکنم آرمین یه مقدار این قضیه پیچیده است. فدراسیون جهانی نمیخواد ببازه، یعنی فدراسیون جهانی همه تلاشش میکنه که بالاخره اونها هم غرور خودشون دارن، یعنی اگر ببازه یعنی که ما اشتباه کردیم دیگه، درسته؟ بهترین وکلا رو میگیره که نبازه. آفرین. و این کارم کرده و واقعا بهترین وکیل. شما استادش 15 تا شاهد تو دنیا جمع کرده، نه فقط ای کشور، قزاقستان، آذربایجان، فقط 15 تا شاهد میان دادگاه، 20 شاهد هم با اسکایپ و اینترنت در ارتباطن. کسایی که دیده، هر فدراسیون جهانی گفته آقا هر کسی این ماجرا رو دیده میدونه دست چی میگیره بالا، میدونه که این قضیه چه. خب خیلی هم میدونن، پس مطمئن باش فدراسیون جهانی نیومده به بازه. ایران هم از طرفی من مطمئنم سیاست های خودشو داره. من مطمئنم، من چون میدونم ایران از طریق IOC یا همون فدراسیون کمیته ملی المپیک آفرین رایزنی های خودشو کرده. امیدوارم نمیدونم شاید بعد یا خوب، امیدوارم هرچی میشه. گفتم من نمیتونم بگم چی میشه واقعا، چون نمیدونم، فقط جودوکارای ما، بچهای ما اون جوان. اما احتمال میدی که این فدراسیون تعلیق بشه، یعنی تعلیقش ادامه پیدا کنه؟ من فکر کنم، امیدوارم نشه، ولی فکر کنم اینجوری که میدونم غالبا خب خود جودوکاری اون بچه‌ها به هر حال رایی که تو سالها پیش رفتی خیلی دادن پیش میگیرن.
آرمین جان متاسفانه از طرف ایران حالا میگم باز اون مدیریت اشتباه، یه سری صحبت ها میشه، یه سری کارا انجام میشه. من میخوام به این برسم، توی چند روز گذشته حملات شدیدی به شما سه نفر شد. دقیقاً اسم تو بوده، اینستاگرام محمد منصوری رو به اصطلاح هک کردن زدن و یه سری چت‌های خصوصی و اینها رو اومدن منتشر کردن در خود اون اینستاگرام و خود تو حمله شد به خود تو. تو همین مصاحبه امروز گفتی که خیلی تماس میگیرن، از جمله همین الان که داشتی مصاحبه میکردی دارن تماس میگیرن. چی میخوان؟ چی میگن؟ کیا هستن؟ خب اونم ببینید، حالا در مورد هک و اینا من صحبت نمیکنم. کسایی که به من تماس میگیرن خودش همشون میگن یه کاری کنیم که مثلا بچه ها، همش صحبت بچه هاست، واقعا صحبت بچه هاست، صحبت قدرت نیست، صحبت باخت و برد نیست، صحبت بچه هاست. من بعضی موقع خود سعیدم صحبت میکنم، سعیدم دوست نداره بچه ها، ولی واقعا اون جوون ها از بین برن جود و بستشه، ولی خب سعیدم توی ماجرای قرار گرفته بعد حق خودش دفاع کنه. من چی میگم؟ ولی من از طرف خودم میگم کسایی که با من تماس میگیرن هست، صحبت بچه ها، صحبت اون جوون ها، نوجوون ها، کسایی که آینده، آینده کسی ما من نمیخوام آینده کسی رو خراب کنم. آرمین جان حالا به عنوان شاهد، به عنوان هر کسی، من درست 11 سال ایران نرفتم، شاید تا آخر عمرم ایران نرم، ولی یه ایرانی ام و دوست ندارم جوانای مملکتم آیندهشون خراب شه. با تمام وجودم میجنگم که جوانام آیندهشون خراب بشه، ولی نمیتونم امروز دادگاه نرم، چون چیزیه که دیدم گفتم، همون مثالی که برات زدم. ولی این کسایی که میان مثلا کاسته دختر از آش میان، کارهای احمقانه میگن، میان اینترنت یارو اینستاگرام یا طرف هم واتساپ و واتساپ سعید مولایی رو هک کردن یا به هر حال به شکلی بهش دسترسی پیدا کردن اومدن. این نشون میده که این کارا رو چرا، یا محمد منصوری اینستاگرامش هک کردن، به نظر چرا این کارا رو میکنن؟ اینا تو ایران میخوان نشون بدن که آقا دستهای پشت پرده هست یکی از هدفش. خب اوکی، ما میدونیم دستهای پشت پرده شما هم میدونید، ولی این الان به ضرر شما فدرال، یعنی میگه آ دیدید دارید این کارا رو میکنید، ببین دارید این کارا رو هم میکنید. مثلا چیزی که از خود من گذاشتم تو اینستاگرام محمد منصوری، اون صحبت برای صحبت زمان محمد رشنو بود که اومده بود پناهنده شده بود، که من اصلا احتیاج نبود که اونا رو چیز کنن، به قول معروف هک کنن، به خودم همه رو میذارم. من ترسی، من از هیچ کسی تو دنیا نمیترسم، میام خودم اونا رو بهت میگم. حرفایی که زدم همین الانم هم میگم، من خودم صد بار به محمد رشنو گفتم محمد زود الان برگرد جوونی، من زمانی که اومدم تو آلمان دیگه به قول معروف یه سند سالی ازم گذشت، تو میتونی یه المپیک بری. همون حرفای منو گوشته مثلا تو اینستاگرام، یا حالا حرفای دیگه که حالا اینا دیگه من میگم پریوات چیزای خصوصی آدم‌ها رو نباید هر جایی رو کرد، ربطی نداره، اخلاقی هم نیست این کارها دیگه، ربطی نداره. من چیزای خصوصی مثلا مربیم که حالا بوده یا چیزای خصوصی سعید، متأسفانه تو ایران این کارو زیاد میکنن و کار قشنگی نیست. چیزای خصوصی طرفو خودتونو خراب میکنید، نه اصلا ربطی به اون قضیه نداره، نکنید این کارو. و من میدونم دستای پشت پرده هست یا حالا نیست، به من ربطی نداره هست یا نیستش، و خودتون میدونید. اگر واقعا هم هست من نمیدونم هست، اگرم نیست بازم من، ولی چیزی که میان هک میکنن این کارو به نظر من کار قشنگی نیست. اصلا آخه یه جمله زیبایی هم خودت اشاره کردم، خیلی از ورزشکارای دیگه بهش اشاره میکنن، دست پشت پرده. شما موقعی میتونی بگی که یه کاری رو نکرده باشی، بگی دستای پشت پرده میخوان خرابم کنن، یا یه عملی رو تو قبول نداشته باشی به تو منتسب کنن. اما موضوع رقابت ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی دیگه سالیان ساله که در سطح خبر هاست. دستای پشت پرده چی میشه؟ دستای پشت پرده ایشون صندلیه که دارن واسش میجنگن. تو ایران هر کسی برای گرفتن اون مقام و صندلی میزنن به تیپ و تار هم، این به اون بعد میگه، اون گند میزنن به هم دیگه. ولی اصل ماجرا رو فراموش کردن، حاشیه ها رو چسبیدن. اصل ماجرا اینه که ورزشکار نباید با اسرائیل مسابقه بده. تمام. حداقل من میگم آقا کاش که میشد انقدر قدرتش رو پیدا میکردیم دنیا میمدیم اونجا، آقا مسابقه نمیدیم، معروم کنید قانون کشورمون مسابقه نمیدیم، اصلا نمیایم. ولی نمیشه، این کارم نمیشه کرد. حالا لحاظ سیاست چه میدونم، در اصل شاید ورزش تعلیق میشه، چون که اون اصل ورزش رو زیر سوال میبرن، رقابت ورزشی، اخلاق و به حال یه دستور عملی است در همون آیوسی که شما نمیتونی اینها رو مذهب و دین و اینها رو دخالت بدی یا اتفاقی این چنین سیاسی مثلا دستای پشت پرده رو رو کنی، اصل ماجرا رو تغییر نمیده. دستای پشت پرده ما میفهمیم که آقا فلانی دستش تو کار بوده، فلانی دستش همه او چه بعد چی شو اینا پا بوده، ما نمیدونستیم که چی، ولی اصل ماجرا چیز دیگه داره بور میخوره میره، داره تموم میشه. اصل ماجرا رو به خود من مسیج داده شده از یکی از افراد
من خوشحال میشم همه سوالایی که شده اینجا بپرسیم. ممنون از خودت که پاسخگو هستی. به من مثلا گفتن که تو چرا یه طرفه فقط داری حرفای منصوری و سلک و سعید مولایی رو پوشش، تو یعنی رسانه‌ای که کارمه ایران اینترنشنال پوشش میده. من همینجا اعلام میکنم، همیشه هم گفتم، هر کسی میخواد طرف مقابل شما حرف بزنه، در رسانه ما چه از طریق اینترنشنال اینستاگراممون، چه در تلویزیون، در هر پلتفرمی که داریم، به روشون باز هست، به خاطر اینکه بیان حرفاشونو بزنن. کسی حرفی نمیاد بزنه. آخه شما بیاید بگید که در مورد موضوع سعید مولایی نظر شما چیست، اون چه که دروغه از نظر شما چیست، باور کنید پخش کنید. که آمین جان، من الان فکر کنم بتونم یه ذره جوابتو بدم، برای اینکه فکر کنم مردم ما یه خورده بعضی موقع یه چیزی فراموش میکنن. من همون حرفی که زدم، وقتی شما تو لباس پلیس باشی بعد جریمتو بکنی، لباستو درآوردی میشینی با هم کافه میخوریم بحث میکنیم، شغل شما خبرنگاریه. اتفاقا این به من چند وقت پیش، من مهدی رستم‌پور رو غالبا دوستش دارم، یه آدم پر، یه آدم مغزش پره، یعنی مهدی رستم‌پور رو اگر تو آفریقا هم ولش کنی یه خبرنگار ماهر در میاد بیرون، یه آدم منطقی. وقتی که بعدشان اون داستان رو براش درست کردن که آقا مهدی رستم‌پور این کار میکنه، دستهای پشت پرده، خندم گرفته بود. مهدی رستم‌پور شغلش خبرنگاریه، باید بنویسه، باید بگه، ولی وقتی که از شغل قالب شغلش میاد بیرون، دوستته. تو میتونی با دوست، تو نمیتونی بگی من زنگ بزنم فردا نتیمون رستم‌پور اگه از من منتقد انتقاد کنه، مهدی ما با هم رفیق بودیم، ربطی نداره، انتقاد کرده به عنوان شغلش، رفاقتمون رو با این قاطی نکن. شغل شماست، چون من میبینم شما دوربین اون سنگینی رو دست میگیری، میدوی دنبال این ایرانی‌ها. بعضی موقع هم بهت میگم باهات مصاحبه نمی‌کنید، برو آقا، نمیتونیم، ناامید برمیگردی، دنبال این نیستی که آقا بگی که من این کارو کردم، دنبال این که یه خبری تهیه کنی که مردم اون خبرو گوش کنن. من خودم دو سه دفعه شاهد بودم که تو چجوری شبان صدا دیگه گرفته بود، 24 ساعت کنار دوشک بودی، میومدن بهت گیر میدن که آقا از این صحنه فیلم نگیر، ولی میجنگیدی با همه اینا که صدای این وسط رو به دنیا برسونی. این نیستش که تو بخوای طرفدار من باشی، تو بخوای طرفدار کسی، تو فقط میگی آقا این چیزی که هست الان داری با هم مصاحبه میکنی، هم سوالات هم مطرح میکنی، سوالی که از تو شده، شاید من یه سوال هم بگی آقا باید مثلا نرو، به نظرت اگه نری چی میشه، همین سوال هم کرد، اگه نری چی میشه، درسته؟ دقیقا رای جان، مرسی. من وظیفه‌مو انجام میدم. مهدی رستم‌پور همکار، دوست خوبم، که دیروزم یه مصاحبه ای داشتیم، پیشنهاد میکنم دوستانی که ندیدن حتما ببینن این مصاحبه رو. اما مرسی از تو که خب به هر حال سختی های کار ماست، اما وظیفه‌مون همه ما تو داریم انجام میدیم. من خودم میگم دیدم به عنوان یک ایرانی سرمربی تاجیکستانی، اما گفتی که تا وقتی که کنار تشک نباشی، کنار تاتامی نباشی، نمیپوشی اون لباسی که روش نمیشه تاجیکستان. اینا رو من دیدم. ببین اینا دستور از جای نیومد، اینا قلب سعید سلکه و اتفاقی که در سالن مسابقات دیدم. وحید جان، حالا برسیم یه خورده به خودت. 22 بهمن 89 حدود 9 سال خورده پیش یه خبری منتشر شد که وحید سلک تکذیب شد حرفش از طرف فدراسیون اون موقع جدا ایران، رئیسش و مدیر روابط عمومیش، که تو گفته بودی ظاهرا من به دستور و با در واقع اجازه فدراسیون جدا ایران رفتم با یک ورزشگاه اسرائیلی مسابقه دادم، اونا تکذیب کرد. ماجرا چه بوده؟ سال 2010 بود، یه مسابقات اروپا کاپ بود تو هامبورگ آلمان. خب منم به عنوان یه ایرانی شرکت کردم. من اون موقع قبلش تو هلند بودم، واسه لیگ هلند مسابقه می‌دادم. من با تیم ملی تو تیم ملی ایران اینجا نیومدم، من خودم شخصی خصوصی، چون من قرارداد داشتم واسه لیگ تو هلند مسابقه می‌دادم. خب اون زمان من یه ایمیلی فرستادم برای فدراسیون ایران که مثلا من میخوام توی این مسابقه، شما باید از طریق فدراسیون تو رو توی این مسابقه ثبت نام کنم، خودت نمیتونی پاشی کلت رو اندازی پایین بری توی این مسابقه. ما رو ثبت نام کردن. خب من دور دوم توی مسابقات خوردم به اسرائیل. خب اون موقع من گفتم که پیش خودم گفتم که بابا نمیفهمن، کسی هم که اینجا نیستش، به پرتو دوشک مسابقه ده تمام میشه بیره. ما رفتیم مسابقه دادیم، بعد که اومدیم بیرون که دیگه فهمیدیم که دیگه همه دنیا فهمیدن و دیگه ماجرا از این قرار شد که ما دیگه نتونستیم بریم ایران. متاسفانه الان تقریبا از همون تاریخ به بعد من تو آلمان هستم. یعنی اون ماجرا باعث شد که به هر حال امروز وحید سلک در آلمان بود. وحید متاسفانه یه سری کارهایی تو ایران میکنه آدم خندش میاد. من اون زمان برای من خیلی دونه خبر زده بودن که وحید سلک بدبخت شده، بیچاره شده توی نونوایی کار میکنه، تو زیرزمین شبا میخوابه.
که من همون موقع هم تکذیب کردم که اگر من که توی نونوایی هم که از تو اروپا که تو نونوایی دیدی واقعا تو زیرزمین برادم کار نونای اینا ماشینی دکمه میزنه میاد بیرون. اولا که اگرم کار کنم که شغل نونوایی مگه بده؟ دزدی که نمی کنم، کار دارم می کنم. دومانم که اینجا اصلا نونوایی نیست که آدم شب بره تو زیرزمینش بخوابه. اینو دیگه همه دنیا میدونه، تو اروپا بیای فقیره هم پول میگیره، خونه میگیره، میره تو چه زندگی میدونه، همه میدونن. پس بیایم یه حرفایی بزنیم که با عقل جور در بیاد. ما سال 2020 ایم، سالی که اینترنت و سالی آیی که دیگه من و شما از اون ور دنیا، من این ور دنیا داریم ما هم صحبت میکنیم زنده. یه مقدار همه چی الان یعنی شما به بچه 10 ساله بگی این فلان چیز اینه، میگه صبر کن ببینم، دیگه باورت نمیکنه. ببینم گوگل چی میگه در مورد این خصوصیات این چیه. دقیقاً. یعنی همه چی به روز شده. پس قشنگ، خیلی قشنگه که آدم بیاد منطقی فکر کنه، منطقی حرف بزنه و منطقی هم عمل کنه. وای جان میخوام یه خورده در مورد خودت صحبت کنیم، بعد کامنت ها رو باز بکنم اگر کسی سوال داشت سوال رو مطرح کنه. جدای ایران ورزش موفقی نبود، اصلا ورزش ایران به نوعی کشتی بود تو انفرادی یا حتی رشته‌های رسمی دیگه، اما جدا اونقدر ورزشی نبودی که ما مقام داشته باشیم، از این جدنی ورزشی ایران شاید نبوده. اما دوره‌ای که خودتو بودی اومدیم با احسان رجایی با خیلی دیگه که اسامیشون الان میخوام بگیم زیادم هست، رفتی در مسابقات جهانی درخشیدید. چی شد که خودت از کدوم محله اومدی؟ چی شد که به جودو علاقه من شدی که اونقدر مطرح نبودی؟ چرا کشتی رو مثلا انتخاب نکردی؟ اون دوره طلایی جودو بود. همه هم میگن، هنوزم میگن، من جودو رو از من خودم بچه شهرره ام، بچه شاه عبدالعظیم هستم. اون خب تو محله ما از سر کوچه که رد میشه همه گوشه شکسته، همه همینو میگم، همه کشتی دوست داشتن. چی شد رفتی سمت جودو؟ حالا همه کشتی گیر نیستن اتفاقا. تو محله ما کسی مثلا قهرم تو شاب درازم که قهرمان آسیا مثلا انگار مثلا توابع تهران مدال آورد. چون کسایی هستن که مثلا کسایی مثل علیرضا دبیر، حسین اوجاقی، هادی سایی، خیلی خیلی کسایی دیگه. الان من حالا الانیا مثلا خانم عباس علی تو کاراته هستن، کاراته هستن فکر کنم. کاراته بله. بله. ای خب این عجوبه کاراته است واقعا. عباس علی این قطب ورزش بود، اون زمان قطب ورزش بود، الان قطب ورزشه. خب من اون موقع بچه که بودم یه نفر میدیدم همیشه میاد، یه آدم کوچیکه خیلی قلدریه که به همه زور میگه، همه رو میزنه به قول معروف. هی میپرسیدم بابا این کیه؟ اینم همه ازش حساب میبرن، نه که حساب ببرن، بهش احترام میذارن. مثلا آدمیه که مثلا معروفه، گفتم بابا این امیر قومیه، جودوکار فلان میذار. از اون ثانیه من عاشق جودو شدم. جودو رو من از فکر کنم سن 9 سالگی یا 8 سالگی یا 10 سالگی دقیقا یادم نمیاد، از باشگاه فکر کنم بسیج شهر ری زیر نظر استاد غلام فاتحی جودوی ابتدایی شروع کردم، که همین حالتی مثل بشه اوکیمی، همین ضربه ها رو مثلا یاد بگیری و تکنیک و اینا، و جودوی قهرمانی زیر نظر امیررضا قومی. حالا این امیررضا قومی کیه؟ این امیررضا قومی برای من یه قطبه، یه کسی که زندگی رو به من یاد داد، یه کسی که من الان اینجا نشستم مدیونشم، یه کسی که تو ورزش ایران فکر کنم حتی تو شهره کسی نیستش که امیر قومی رو بشناسه. خود آرش میراسمایلی اگه ازش بپرسید امیر قومی فکر نکنم بخواد کتمان کنه که امیر قومی چه کارهایی براش کرده. خیلی کسای دیگه، کاظم ساریخانی خدا بیامرز، امیر قومی جودوی ایرانو حرفه‌ای کرد. امیر قومی جودوی ایرانو واقعا از یه سبکی به سبک دیگه تغییرش داد. خب اون موقع ما شاگردای امیر قومی بودیم و با زحمت‌های زیاد و تمرین‌های خود امیر قومی خودمون رو کشیدیم بالا و اومدیم وارد تیم ملی شدیم. و متأسفانه بعد شانس بعد من روزگار اولین مسابقه که رفتم سال 1998 المپیک جوانان مسکو بود، که اون موقع من وزن 50 کیلو بودم، آرش میراسمایلی وزن 66 کیلو بود، که همون موقع هم دور اول خوردم به اسرائیل. اون موقع هم مسابقه نذاشتن بدم. اون موقع هم من گفتن که آقا باید وزنت بیاری بالا، آب خوردی رفتی رو وزن کشی، که به قول من اینجوری هست چیم که کلا دور اول به اسرائیل خورده بودم. ضربه خورده این داستان هست. من دو بار ضربه خورده اسرائیلم، یه بار مسابقات 1998، یه بار مسابقات 2005 که فکر کنم من شاهدم آقای یوسف زاده است، اون موقع سرمربی تیم ملی بود، که خود آقای یوسف زاده برای من گریه کرد. من اونجا مدال برنزمو تقدیم نفر 66 کیلو آذربایجان که الان 66 کیلو، 60 کیلو بود، هنوز من میبینه منو بغل میکنه میگه مدال برنز تو خونه است که من هدیه دادی. رفتم من به حریف آذربایجانی باختم، گریه میکردم که اون بره با اسرائیل مسابقه بده، چون نمیتونستم من اونو ببرم، که اصلا همه تعجب کرده بودم
چه مربی تیم آذربایجان تعجب کرده بود که وحید سرلک چرا تو این همه خوب بردی چرا مسابقه نمیدی، که مربی هم به ترکی بهش گفت که آقا این نمیتونه مسابقه بده، این حریف بعدیش اسرائیل. یعنی همه دنیا میدونن ما مسابقه نمیدیم با اسرائیل، اصلا محال ممکنه کسی دنیا ندونه ایرانی ها با اسرائیل مسابقه میدن یا نمیدن. همه میدونن که ایرانی ها با اسرائیل مسابقه نمیدن، اصلا سلام علیک اجازه نکردن، نمیدن، اجازه ندارن مسابقه، حتی رو سکو نمیتونن برن اگر مسابقه هم نداشته باشن. پرچم ایران اجازه نداره زیر پرچم اسرائیل باشه. دقیقاً مسابقاتی که شرکت کردی مهمتریناش و مهمترین مدال‌هایی که گرفتی کدوم ها بوده اگه برای بینندگان نمیدونم بگم. آسیایی سال 2000 فکر کنم نایب قهرمان آسیا شدم، بعد تو مقطع جوانان، بعد من خیلی مسابقات اون موقع مسابقات مثلا گرند اسلام، گرند پری این چیزا نبود، مسابقات کاپی بود، مثلا آسیا کاپ، کره کاپ، کانو کاپ این چیزا بود. من تو مسابقات فکر کنم کره کاپ 3 تا مدالشو دارم که فکر کنم تنها ایرانی باشم که 3 تا مدالش دارم، اگر اشتباه نکردم، اگه اشتباه کردم آقا این زیر بنویسید، محسن زکریا مدالشو داره، حتی خود آرش میرسمانی مدال اون مسابقات نداره، مسابقاتش خیلی سطحش بالا بود. مسابقات چین بود که الان شده گرند مستر، شده خوخات مستر، شده همون مسابقات. من اونجا 3 تا مدالشو دارم، برنز دارم، نقره دارم، فکر کنم 2 تا برنز دارم، یه نقره دارم دیگه. پنجم جهان شدم سال 2009 مسابقات جهانی روتردام، تنها جهانی بود که خدا رو شکر به اسرائیل نخوردم. تونستم مسابقه بدم اونجا، مسابقات پنجم شدم. اونجا هم سالی بود که همه تو ایران میگفتن وحید سرلک برو لبو بفروش، یه قانونی گشتن دست به پا، میگفتن که دست به پا اخراج میشد. منم تکنیکم یه دست به پا بود، داره به فارسی بدم بگم که همه محترشم، اگه یه دست به پا می‌زدیم تو اون سال 2009 ادوشک اخراجت می‌کردن، که من خب یه تکنیکی سری برای خودم درست کردم و آپدیت کردم خودم که بتونم مسابقه بدم، که واقعا هم شد، پنجم دنیا شدم. که بعد از مسابقات 2009 که تو روتردام بود، یه باشگاهی تو هلند از من خوشش اومد، باشگاه بودوکان روتردام، اونجا من قرارداد بستم تو لیگشون، دیگه اومدم تو لیگشون مسابقه دادم و دیگه اون ماجرا برای من پیش اومد که اومدم تو مسابقات هامبورگ که تعریفش کردم دیگه سرتو درد نمیارم، که از اون موقع به بعدم که دیگه من دیگه تو آلمانم و اینجا اینجا مربی تیم اینجا. اول من 6 سال توی بوندسلیگا مسابقه دادم، 73 مسابقه دادم، فکر کنم توی این 73 مسابقه 3 تا یا 4 تا باختم، بالای 69 یا 70 تا مسابقه رو بردم تو وزن 60 کیلو، 66 کیلو، 73 کیلو. بعد الانم مربی بوندسلیگا هم زنا و مردای مونشنگلادباخ، شغل اصلی فیزیوتراپیه، من توی شرکت یه پراکسیز یا همون شرکتی کار میکنم که شرکتیه که مربوط به چیزای ورزشی و بعد دیگه نونوایی نمیخوابی؟ نه الان خدا رو شکر اون زیر زمینه نمیخوابم. بعد مربی وزن 90 کیلوی تاجیکستان هم کامرانشاه استوپیریان، که ما با هم از سال 2016 کارمون رو شروع کردیم تا حالا تقریبا 12 تا مدال با هم گرفتیم. کامرانشاه 2 تا طلای آسیا رو با هم ما گرفتیم تو مسابقات بازی آسیا، اسمش رو گوشته بودم مایکل فیبس تاجیکستان، چون که تو یه روز 2 تا مدال گرفت، 2 تا سوم گرفت تو جودو و سامبو شرکت کرد، 2 تا تو شنا اون پشتم شده میگیره مایکل از قرش میگرم تو شنا هم شرکت گفت برو اونجا کشتی بگیر این کارو کن. الانم در خدمت شما هستم. وحید جان سام رجوی هم نوشته با وحید سعادت، میام حرفاش همش درست بود و واقعیت. مجید فلان برات نوشته، دوستانی که به هر حال از چرای ورزشی هستن از سام رجوی هم حتما یه بار دیگه دعوت میکنم که با هم دیگه گفتگو کنیم. وحید جان من خیلی دوست دارم باهات در مورد خودت صحبت کنم این روزه آلمان، اما الان میخوام یه مقدار به سوالاتی که پرسیده میشه برسیم. تا بخوام به سوالات برسم یه پرسش دیگه هم میخوام مطرح کنم. تو این سالهایی که در آلمان هستی، من نمیگم شهادت میده تاریخ آنچه که نشون میده کارنامه تو، از موفق ترین ورزشکاران مهاجر، پناهنده، پناهجو، هر جوری که بگیم ایرانی ها، در بین ایرانی ها بودی. تو این روزا خیلی از ورزشکاران یا اومدن یا میخوام بیان، چه پیشنهادی داری براشون؟ چون بعضا به خود منم مسیج میدن، پیغام میدم به شما، مطمئنم بیشتر چی داری بهشون بگی. آرمین جان من این سوال انقدر هم میکنم، من شرمنده همشون میشم، کاش که میتونستم کمکشون کنم، ولی همه جا گفتم هر کاری هستم بر بیاد برای ورزش میکنم، هر کاری که بتونم برای ورزش کار میکنم، ولی یه سری چیزا من واقعا نمیدونم. مثلا طرف به من میگه که من قهرمان فلان جام، مربی جام، بیام پناهنده شم، چجوری بیام آلمان؟ میگم نمیدونم چجوری بیای. واقعا منم الان 11 سال اینجا، خب از یه سری قانونا، یه سری چیزا دور بودم،
بیا اینجا، بیا باشگاه من، هر کاری از دستم برات با کمال میل برات میکنم، هر طوری بتونم. خودت دیدی من تو مسابقات همین دوسلدورف با هم بودیم، بله، محمد رشنو وقتی که اومد من کنارش بودم تو مسابقه، کنارش بودم بیرون، من کنارش بودم بیرون. یا انسان بزرگ خودش میتونه همه کاراش انجام بده، ولی تو مسابقه یه ایرانیه، درسته پشت کمرش زده آی جی اف، درسته تو هلند زندگی میکنه، و وقتی که میاد سالن مسابقه با کمال میل میرم کنارش، هر کاری از اصلا برای براش انجام میدم. یا اون نه، یه 73 کیلوی دیگه هم بود از تیم هلند، بله ایرانیه. آرمین جا ما ایرانیم، خیلی دوست دارم به ایرانی ها کمک کنم. حالا همه ایران نمیتونم کمک کنم، ما ورزش جدا رو میگیم، حالا ورزش جدا ورزشکارا کاری از دستم بر بیاد انجام میدم، ولی اینکه چجوری بیان نمیدونم. آرمین جان سخته، خودت حالا دارید خارج از کشور زندگی می‌کنی، آسون نیست، مهاجرت سخته، مهاجرت آسون نیست، تنهایی‌های خودت. یه تصمیم ببین، یه تصمیم خیلی بزرگه تو زندگی افراد که باید گرفته بشه، بعد بیان داخلش و ببینن که چه اتفاقی میفته براشون. نمیشه از قبل گفت که براشون چه اتفاقی میفته. من خیلی جا گفتم، داشتم یه روزی با سعید صحبت می‌کردم، گفتم من سال اول که تو آلمان بودم شاید هفته یه بار ساکمو جمع میکردم، گفتم میرم ایران، میگم گوه خوردم غلط کردم نمیتونم دیگه، مردمو نمیفهمم، مردم منو نمیفهمن، میرم بیرون، نه دوستی نه رفیقی، پدر مادر، بالاخره عاطفه که داریم، همش که ورزش نیست، هر روزم برم وزنه بزنم، بودو هم جدا کار کنم. فقط تو ذهنم این بود که من باید موفق شم، من باید موفق شم. اینو همیشه به خودم میگفتم، میگفتم وید نذار یه روزی بشه که، چون یه سری کسا من نمی‌بینن، من بذار من براشون الگو بشم، حداقل تو این که آقا یه نفر بود رفت اروپا پیشرفت کرد، یه نفر بود رفت اروپا شاید تو ایران چیزی نداشت ولی رفت اونجا خودشو بالا کشوند، با تمام سختی‌ها مبارزه کرد، تونست خودشو به یه جایی برسونه. نمیگم من به جایی رسیدم، ولی تمام تلاشمو کردم که خوب زندگی کنم، تمام تلاشمو کردم به عنوان یک انسان از اون چه که از دستم بر بیاد انجام بدم. خدا رو شکر تا الان فکر کنم به خواسته هم رسیدم. و اینجا الان آدم موفق هستی، حالا در بقول موشن گلاتباخ چه زنان چه مردان مربی هستی، فیزیوتراپ شغل دیگری که داری و سرمربی تیم ملی تاجیکستان هم هستی. طبیعی است که در تایتل و زندگی آدم موفقی هستی، خانواده تو تشکیل دادی اینها، اما چه شد که مربی تاجیکستان شدی؟ اینم اگر برامون بگی ممنون میشم. من یه دوست دارم تاجیکستان، اون یکی دوستم که شاگردم هست کامران شاه استوپریان، من اینو عقب میشناختم، ما سال 2013 با هم توی اتریش با هم خودم مسابقه میدادم، دوست شدیم. خب ما فارس زبونی با هم صحبت میکردیم، اومد پیش من کاراش انجام میداد، بعد متوجه شد که من تو آلمان زندگی میکنم، ایران اومدم بیرون، گفتم هر موقع کاری چیزی مثلا داشتی، چون اونا اروپا زیاد میان، همیشه میومد آلمان تو مسابقات دوسلدورف گران اسلام، قبلا گران پری بود الان شده گران اسلام، به من زنگ میزد، خب کاراشون رو انجام میدادم. من یه روز متوجه شدم این بنده خدا تیم کلا تاجیکستان نه مربی نه نظمی نه چیزی. بعد که با هم صحبت کردیم کار من دید، اومد باشگاه من تمرین کرد، تمرینای من دید، نشستم یه روز با هم صحبت کردم، گفت من خیلی خوشحالم که تو بتونی به ما کمک کنی، که دیگه از اونجا استارت کارو که من بهشون من گفتم که تمام تلاشمو میکنم، من نمیدونم بتونم به شما کمک کنم، آدم به قول حرف فارسی میگه قمپوز در نمیگانه، گفتم تمام تلاشمو میکنم، تمام تلاشمو میکنم که قلبا یک کمکی به شما بکنم، که خدا رو شکر که شرمندهشون نشدم، که تونستم حداقل میگم من با شاگردم اولین استارتم مسابقات آسیایی بود، که یه مدت اینجا با هم تمرین کردیم، از همینجا خونه من بود با هم دیگه رفتیم مسابقات آسیایی هنگ کنگ، که اونجا واقعا نشون داد که میشه، نشون داد که همه چی انجام شدنیه. وای من چون دوستان یه بار در مورد خود وحید سرلک باید مصاحبه کنم، این مصاحبه بیشتر در رابطه با اتحادیه و آینده جدای ایران هر اتفاقی بیفته و چه میشود صحبت کردیم، یه قرار دیگر حتما میگذاریم، اما الان اگر وقت بگذاری حتما یه قرار دیگه میگذاریم. الان میخوام یکی دو تا پرسشی مطرح میشه رو دوباره بگم. باز همون حرف است که وای جان شما کارت خیلی دوست، مجبور رو بگم دارم میخونم، خیلی دوستت دارن، اما یکی دو نفر نوشتن که لطفا به فکر جودوکاران ایرانی هم باشید. دوستانی که ندیدن الان جمع شد اومدن به جمع و پیوستن به دوچه. آرمین جان باز من از همین حالا اینستاگرام شما این تریبون به قول معروف اعلام میکنم، من دشمن شما نیستم، من دشمن ایران نیستم، من دشمن جودوی ایران نیستم، شما دوستای منید، شما برادرای منید، من همتون رو دوست دارم،
چه اون ور آب چه این ور آب فرقی نمیکنه. من هر کدوم تو میرم، من وقتی که تو ابوظبی مسعود خسروی نجات که مربی خود منم بوده دیدم، بعد یه عمر خیلی خوشحال شدم. افکارمون با هم فرق میکنه ولی دوست هستیم با هم دیگه. من دوست ندارم جدای ایران ضرر کنه. 100% من به فکر بچه ایران هست. من گفتم قلبا وقتی هم که تو دادگاه برم این قلبمو میگم، میگم دوست ندارم جوونای مملکت من جدا جوونای جدای ما تعلیق شن. اگر براتون مقدوره هر کاری میکنید بکنید جدای ایران، جدای اون جوونا. اگر جدای ایران هم تعلیق کردید گفتین آقا مجازات دیگه، آقا بعضی موقع میگیره مجازات اینه، جدا باید تعلیق شه. راهی پیدا کنید که جوونا مسابقه بدن. آقا شما فدراسیون رو تعلیق کردید، جوونا رو تعلیق نکنید. اینو قلبا شاید هم نشودنی باشه، من اینو قلبا میگم، ولی منم متاسفانه شاهد یک ماجرایی بودم، حالا خواسته یا ناخواسته. سعیدم جز ماست، سعیدم خانواده جدوه، سعید مولایی هم نمیتونیم ترکش کنیم، ترکش کنیم. سعیدم جز ماست، منم شاهد یه ماجرایی بودم، یه چیزی رو دیدم، همه دنیا دیدن که من بودم. من مترجم سعید بودم تو اون ماجرا، باز اعلام میکنم و این ماجرا رو من از نزدیک دیدم. حالا به عنوان یه شاهد باید برم یه سری سوالا رو جواب بدم. من نمیرم که جدای ایران رو تعلیق کنم. چرا فکر میکنی که من برم جدای ایران یا سعید مولایی نشسته که اونجا جدای ایران رو تعلیق کنه؟ خدا شاهده سعید مولایی هم نمیخواد جدای ایران رو تعلیق کنه. سعید هم میخواد حق خودش دفاع کنه. سعید هم میخواد بگه آقا مثلا اونا میخوان بگن سعید مولایی تو داری دروغ میگی. سعید هم میگه من دروغ نمیگم، این شاهد من دروغ نمیگم. همین، مطمئن باشید من تمام تلاشمو میکنم به اندازه خودم، به اندازه وحید سرلک که جدای ایران نه جدای ایران. من نمیتونم تصمیم گیرنده باشم، تصمیم گیرنده قاضیه، تصمیم گیرنده ما 15 تا شاهد در دنیاست. آرمین جان من نرم، بیا من دستم میام بالا، 14 تا دیگه چی اونا هستن. پس منی که اونجا هم فقط من میتونم واقعیت رو بگم، آخرش هم اعلام کنم. خواهش ازتون میکنم اگر براتون مقدوره کاری بکنید که به عنوان یه ایرانی، به عنوان یه جودوکار، جوانای ما نابود نشن. شاید شما نمیدونید تعلیق کردن فدراسیون ایران شاید جریمه باشه، شاید مجازات باشه، شاید باید انجام شه یا نباید انجام شه، نمیدونم. ولی آقای قاضی یه کاری کن، اون جوونا تو الان بعضی دوستا دارن میرسن نوجوونا، جوونا رو به فکرشون باشید که با امید وارد جدا شدن. خودت الان بهترین پاسخو دادی. کاش که دست من بود، ولی به نظر تو دست منه؟ دست قاضیه. ولی من گفتم من نظرمو میگم آقا یه کاری کن، جوونای ما ناامید نشن، باشگاهای ما وابسته نشن، مربیای ما درآمدشونه، یه خانواده است. من میفهمم این آدم بیشوری نیستم، اون مربی زن بچه‌ش داره اون آرمین جان از اون باشگاه داره نون در میاره. 100 سال سیا نمیخوام یه همچین چیزی بشه، اصلا میگم دنیا خراب شه، من نمیخوام یه همچین اتفاقی بیفته. الان واقعا دوستان دارن مینویسن بعضی، حالا خودت هم میدونی آرمین جان، به جان مادرم که 11 سال ندیدمش قسم به اون روز میگم تو دادگاه، میگم آقا نون کسی رو نبرید، جوونای ما رو بذارید مسابقه بدن. فدراسیون میخواد تعلیق کنه، بیا آقای میر اسماعیلی چه میدونم رئیس فدراسیون جودو تعلیق، اما جوونا چه میدونم راهی که خودتون میتونید، ما که نمیتونم انتخاب کنم برای شما یه راهی. فدراسیون جهانی میتونه دیگه، اون دادگاه میتونه دیگه، بگه آقای جوونا ولی میتونم بیان مسابقه بدن با اسم ایران. آخه اونجا هم باز یه شرط و شروط ها هست دیگه، میگن اگر بیای اسرائیل هست شما چه میخواید دیگه. اونا دیگه دست من نیست، میدونی چی میگم؟ اونا دیگه دست من نیست. دقیقاً همینو میگم، چون که اون بر ایران، فدراسیون ایران باید با بالاتر از خودش، همونطوری که خود گفتید، رایزنی کنه که بتونه راضیشون کنه، این مسئله رو یه جوری حل کنن. چون در مثلا کشتی طرفمون مصدوم شدن به فرض، اما الان میگن اگه مصدومم شدی باید بیای روی تشک اعلام کنی، دست در دست بدی. خب اینا راه رو دارن دور میزنن اما دیگه نمیتونن. من الان دیدم که امیر رومیزی که دوست خودم هست نشسته، وای جان تحت تاثیر فدراسیون جدا جهانی قرار نگیر. امیر جان من تحت تاثیر هیچ کسی قرار نمیگیرم، من وحید سرلکم، خودمم، همیشه خودم بودم، همون جوری که از بچگی من فکر کنم میشناسی، همون جوری که صحبت میکردم الانم هم همون جوری صحبت میکنم. شاید دقیق‌تری شده باشم با توجه به اینکه سنم حالا خود رفته بالاتر، یه مقدار منطقم بیشتر شده باشه، ولی تحت تاثیر هیچ ارگانی نیستم، نه فدراسیون جهانی. چون نون منو فدراسیون جهانی نمیدم امیر جان. فدراسیون جهانی فردا اگه من برم دادگاه نمیاد بگه بیا بچو تو مربی، هستم مربی، نرمم هیچ اتفاقی برام نمیفته. خدا رو شکر تو کشوری دارم زندگی میکنم که قانون پشتمه، نمیتونن کاری هم بکنن. ولی یه چیزی هست، یه خدای بالا سر آدم هست که آدما رو میبینه. من اینو میگم، یه چیزی هست که آقا من دیدم، من اون چیزی رو که دیدم و نه تو دادگاه، هر جا بشینم اینجا هم گفتم، درست آرمین جان؟ بله. نه به خاطر سعید مولایی، نه به خاطر شخص سعید مولایی، به خاطر یک انسان،
اینا یادمون باشه هم به خاطر یه انسان دارن کار میکنن. حالا اون انسان که سعید مولایی، اون انسان که یه ایرانی و یا اون انسان که یه جودوکار. حالا این وسط چه اتفاقی میفته؟ ایران تعلیق میشه، ایران تعلیق نمیشه، سعید تعلیق میشه، سعید تعلیق نمیشه، این میشه اون میشه. وگرنه هیچ این وسط برای من سودی نداره، نه سود داره، شاید ضررش چی باشه، دوستای من از دست من ناراحت شدن، این تنها ضرری که من داره. خیلی از دوستای فابریک من میگن آقا اشتباه کردی رفتی دادگاه، ولی منم درک کنید، شاید یه ماجرایی بودم، از من خواسته شده، نمیتونم چشمو بندم. آقا من نمیام، من ندیدم. ندیدی چون ندیدی بابا، چی داری میزنی؟ چیز میزنی؟ تو اونجا بودی، مترجم بودی، پس من باید برم، نمیتونم نرم و میرم. هم آرمین جان اینجا هم دارم اعلام، من دادگاه رو میرم، حرفامو میزنم، چیزی که دیدم رو اعلام میکنم و واقعا تایید دلم میگم کاری کنید که ایران تعلیق نشه. من مطمئنم اون روز سعید مولایی هم همینی میگه، من مطمئنم همه میگن، کسی نمیخواد که آقا جوانای ما بدبخت شن، جوانای ما اون مربیه، اون جوانا گوشه نشین و خونه نشین میشن، هیچکی نمیخواد اینا، نه توی آرمین که خبرنگار به معنی خبرنگار هستی، نه من نوعی، هیچکی اینو نمیخواد. ولی یه دادگاهی، یه شکایتی انجام شده، یه سری شاهدا طبیعیه، ما این وسط مهره ایم. اصلا وید جان شما میگی من خبرنگار لذتم به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک رسانه ایرانی بیشتر هم بود وقتی میادم در همین دو سال رو تیم ملی ایران حضور داشت و ایرانی بیشتر ما مصاحباتشون پوشش میدادیم. این اصلا طبیعیه، یعنی طبیعیه جایی که ایرانی ها باشن من بیشتر کیف کنم، اصلا نظر کاری، نه نظر قلبی فقط. شاید باورت نشه، به قرآن مجید من خودم روزی که فهمیدم ایران تعلیق شد میدید چی من ناراحت کرد؟ آخ من دیگه نمیتونم دوستامو ببینم، من تو مسابقه دوستامو میدیدم با من دقیقاً 15 سال، من که نمیتونم اونجا برم، اونا میومد خب من میدیدمش، همین یه لحظه شاید یه چایی با هم میخوردیم، ولی خیلی خوشحال میشدم قلبا میگفتم دوستامو میبینم. ماها ایرانیم، فرقی نمیکنه کجای دنیا باشیم، ما هممون ایرانیم. ولی متاسفانه میگم سیاست غلط سیاست غلط. اصلا وایجا اونجایی که تیم های مختلف بودن وسایلشون میگذاشتن و آماده میشدن که بیان روی تشک، وقتی میادم اونجا میدیدم جایی به اسم ایران نیست، ناراحت کننده بود. یعنی خود شخص خود تو هم میدم ناراحت بودی، جایی که تاجیکستان است، آلمان است، بلژیک است و ایران نیست، فقط یک محمد منصوری و سعید مولایی زیر پرچم آیچه یا کشوری که الان و چقدر بد، من به عنوان یه ایرانی میگم آرمین جان، چقدر بد که سعید مولایی که برای ایران بود میدرخشید، برای ایران مدال می آورد، الان دیگه نمیتونه برای ایران. طبیعی سعید زیر پرچم مغولستان اسمن از قلبن که ایران اصلا برای مغولستان نیست. من یه روز سعید مولایی داشت تمرین میکرد، دیدم با لباس ایران هنوز، گفتم سعید تو چرا به خنده جون، سعید چرا تو مثلا تو لباس مغولستان داری؟ گفت وحید تو خودت میدونی سعید مولایی فقط برای که مسابقه میده، حتی با مغولا هم تمرین نمیکنه، حتی میاد با فارس زبونا و تاجیکا تمرین میکنه. سعید مولایی هم یه ایرانیه، ما نمیتونیم منکر این قضیه شیم، ولی برای اون به اون بدبختم ظلم شده. و اون بدبختم لحظه‌ای که واقعا آرمی من اونجا دیدم آدما رو موچاله میکرد تو دوشک میمد بیرون، بابا من خودم ما همه آقا همه اونایی که اونجا هستید میدونید سعید مولایی کیه، بیاد یقت بگیرن آقا مسابقه حق نداری بدید مدالت بی خیال شد. دیوونه میشی اون لحظه، بابا سعید سرش میزد آرمین تو دیوار. اصلا من نمیدونم چقدر درست میگم، همین فشارها اگر روش نبود در دوسلوف مطمئنا نتیجه بهتری میگرفت. اول آرمین خیلی راحت ایپون کرد اومد بالا، اما خب اون رویه خیلی مهمه. خیلی گفتن که مثلا چرا سعید دیدی گند زد، دیدی حرفایی که میگن رفت از ایران رفت اینجوری شد. بابا یه سری مسائل آدم باید در نظر، من نمیخوام طرفداری سعید مون، من نظر کارشناسی میگم، تو چند تا مصاحبه هم گفتم دنیای سعید عوض شد، یه دنیای جدید. آدم یه ماشین جدید میخره تا میخواد راه بیفته یه خونه تو ایجاد یه تصادف کوچیکم بکنه، نمیتونی سریع بس ماشین قدیمی رانندگی کنی باش. درست سوال میجان؟ دقیقاً درست. آب و هوا عوض شد، قضا عوض شد، استرس زیاد، هر روز روزنامه ها رو میخونه وای زدن سعید منافق، سعید فلان، بیشا تاثیر میذاره روش. با من تا همین قضیه سعید واقعا نمیدونستم منافق، قضیه منافق چیه. یارو میگه تو منافق، درست منافق چیه دیگه، واقعا نمیدونست منافق کیه، برو بابا دیو چی میزنی، منافق چیه. میبینید یه سری که اصلا ربطی نداره به هم دیگه، ربطشون میدن. کاش که یه روزی برسه آرمین جان، امیدوارم خارج از هر گونه سیاست فقط ورزش کنه کنار هم، امیدوارم این اتفاق رفیق همه دور هم یه ورزشی بکنیم، کسی از کسی بدش نیاد، کسی از کسی کینه نداشته باشه، نه با دوستی نه با کشوری،
همه با هم باشیم، همه دور هم باشیم، ولی متاسفانه پلیتیک های دنیا، نه فقط برای ایران، دنیا رو من میگم، دست به دست هم میده و یه سری کثافتکاری هایی تو دنیا میکنه که شامل انسان ها هم میشه و اینو انسان ها هم تو خودش میکشونه. یه روزی بیاد که همه دور هم باشیم به عنوان یک هموطن. مرسی وحید سلک عزیز، نزدیک به یک ساعت، بیشتر از یک ساعت شد وقت تو گرفتم روز یکشنبه کنار خانواده دودی. مرسی وقت گذاشتی. من حتما یه فرصت دیگه میخوام که با خودت گفتگو کنم در مورد وحید سلک و حالا اگه اتفاق جدیدی افتاد با هم هماهنگ خواهیم کرد. خیلی ممنونم وحید جان وقت گذاشتی. خواهش میکنم. دم شما گرم. مرسی. من به عنوان آخرین مطلب میگم، من همتون رو تو ذهنم هست بچه‌ها، اگر برای من مینویسید یا هر چیز دیگه، من اون نوجوانا رو تو ذهنم هست، من اون جوونا رو تو ذهنم هست، من اون مربی که نونخور داره نونخوریش اون باشگاه تو ذهنم هست، من محمد بریمانلو تو ذهنم هست. میدونم محمد بریمانلو کاملا یه تالنته، اونم کمتر از سعید مولایی نیست که تو ایران داره حیف میشه. همه اینا رو میدونم، مربیای تیم ملی، اعضای فدراسیون، من میدونم اگه فدراسیون تعلیق شه چقدر بیکار به جامعه ایران اضافه میشه، همه اینا رو میدونم. ولی شما هم بدونید که کاش دست وحید سلک بود، میتونست کاری بکنه. من فقط یک شاهدی هستم که اون چیزی رو که دیدم میگم، ولی با کمال میلم هم میجنگم، با کمال قلبن، ما همه، نه فقط من، مطمئن باش من، محمد منصوری یا سعید مولایی میجنگیم که اون جوونا ضرر نکنن. کاش که فقط بشه، کاش که بشه که اون جوونا ضرر نکنن. خیلی ممنون. به امید آزادی، نه فقط میدونش، آزادی واقعی، معنای واقعی. احسان رجبی، به امید اون روز. احسان رجبی عزیز بیننده ما بودی تا الان، ممنون. مجید فلا، خیلی ممنون که بیننده بودی. من معذرت از همشون میخوام که اینجا حالا اومدم، بی ادبی نباشه، اومدم صحبت کردم. من کوچیک شما هم دم شما گرم. به عنوان یه هموطن همتون رو، دست همتون رو میبوسم، عزیزید برای من، شاد باشید، روزگار خوش. مخلصم. مرسی و ممنون از همه که بیننده ما بودید. دمت گرم. شب بخیر. خدا.